خیز مردان دستچین شده رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به کرسی‌های مجلس خبرگان، جنجال بر سر احتمال حضور حسن روحانی در مجلسی که شاید مجلس جانشینی خامنه‌ای شود، آیا چالش انتخاب جانشین خامنه‌ای انتخابات مجلس خبرگان را برای نظام مهمتر از قبل کرده؟ شدت گرفتن جنگ روایت‌ها بین اسرائیل و حماس بعد از تصرف بیمارستان شفا، همزمان محاصره بیمارستان اندونزی و گسترش منطقه عملیاتی ارتش اسرائیل در شمال غزه، دیدار هیئتی از کشورهای عربی اسلامی با مقامات پکن و درخواست آتش‌بس فوری و خاویر میلی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین، اقتصادی زخمی از تورم سه‌رقمی در دستان مردی که میگوید بانک مرکزی را باید برانداخت و دلار آمریکا را جایگزین پول ملی کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام، وقتتون بخیر. من گلارهان هستم، به امروز خوش آمدید. جنجال ها برای رسیدن به کرسی های مجلسی که شاید مجلس جانشینی رهبر جمهوری اسلامی شود، ثبت نام روحانیون عمدتاً سالخورده ای که برای انتخابات مجلس خبرگان خیز برداشتند، روحانیونی که البته همه آنها هم مطلوب رهبر جمهوری اسلامی نیستند. بعد از خبر ثبت نام نکردن احمد جنتی، حالا احتمال حضور حسن روحانی رئیس جمهور سابق در مجلس خبرگان به مذاق حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای خوش نیامده. گروهی که از هر تریبونی برای مرور اختلافات کوچک و بزرگ خامنه‌ای و روحانی استفاده می‌کنند. اما با توجه به شرایط جسمی علی خامنه‌ای به نظر میرسه تیغ رد صلاحیت‌ها تیزتر از گذشته مشغول به کار بشه تا فردای مرگ علی خامنه‌ای ساز مخالفی کوک نشه. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. آغاز جنگ روحانیون درون حکومت برای تشکیل مجلس جانشینی هفته گذشته، در حالی که خبر رد صلاحیت گسترده نمایندگان فعلی مجلس در سایه تحولات مهم جنگ حماس و اسرائیل قرار گرفته بود، ثبت نام داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری انجام شد. با توجه به افزایش سن علی خامنه ای، دست کم از نظر کسانی که فکر می‌کنند جمهوری اسلامی تا پایان عمر رهبر فعلی نظام برقرار است، این دوره مجلس خبرگان نقش تعیین کننده ای در انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی خواهد داشت. مجلسی که از همین حالا تغییر مهم در هیئت رئیسش رخ داده. وقتی احمد جنتی رئیس فعلی مجلس خبرگان ثبت نام نکرد، یعنی در دوره بعدی او قطعا رئیس نخواهد بود. در دوره گذشته جنتی به عنوان 16مین یعنی آخرین نماینده تهران به مجلس خبرگان رفت تا در مسیر تلاش خامنه ای برای کنار گذاشتن اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شود. اما پس از 5 دوره حضور در مجلس خبرگان، جنتی هفته پیش آنطور که سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرد برای ثبت نام تشریف نبرد. محتملترین دلیل عدم شرکت جنتی در انتخابات کهولت سن اعلام شده. اون مدت هاست قدرت تکلمش را تا حدودی از دست داده. اتفاقی که باعث شد 4 سال پیش از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شود. با این شرایط او قادر به نقش‌آفرینی مشابه آنچه هاشمی در سال 68 انجام داد نخواهد. از طرف دیگر ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان نه از تهران بلکه از استان خراسان جنوبی نامزد شد تا مشخص شود از یک طرف بیم آن وجود دارد که نتواند در تهران رأی بیاورد و از طرف دیگر نظام حاضر نیست روی عدم حضور او در این مجلس ریسک کند. با توجه به فهرست نامزدهای ثبت نام کرده، احتمال ریاست رئیسی بر دور بعدی مجلس خبرگان بالاست، هرچند برخی تحلیلگران او را یکی از دو کاندیدای بالقوه جانشینی خامنه‌ای می‌دانند. او اما در آخرین جلسه مجلس خبرگان رهبری که 2 ماه پیش برگزار شد، میداندار یک نمایش از پیش‌طراحی شده سیاسی بود. اتفاقی که هفته گذشته فاش شد. بعد از ثبت نام حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان که با انتقاد گسترده اصولگرایان همراه شد. روحانی پس از ثبت نام در یک بیانیه مردم ایران را به فرار رفتن از دو گزینه خانه و خیابان فراخواند. بیانیه‌ای که خلاصه‌اش این بود که بیایید در انتخابات به من رأی بدهید. اما در اتفاقی کم سابقه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی روی آنتن زنده خواهان رد صلاحیت او شد. صاحب تئوری این که منتقدین برند به جهنم، بی‌شناسنامه‌ها، بی‌سوادها، بیکارها در انتخابات مجلس خبرگان
ثبت نام کردن. من همینو فقط بگم عبور کنم، انشاءالله شورای نگهبان به اون وظیفه اصلیش خیلی درست عمل میکنه. همزمان حسن رحیم‌پور ازغدی از چهره‌های تندروی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب خامنه‌ای در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از شورای نگهبان خواست او را رد صلاحیت کند. اما سه‌شنبه گذشته روزنامه اعتماد فاش کرد که در آخرین جلسه مجلس خبرگان سخنرانی تندی علیه حسن روحانی انجام شده و یک نماینده مجلس خبرگان حسن روحانی را به مخالفت با نظر خامنه‌ای در دو موضوع مهم متهم کرده. او رحیم توکل نماینده مازندران در مجلس خبرگان است که به دلیل علاقش به ورزش کنگ فو و انتشار ویدیوهای تمرین دفاع شخصیش خبرساز شده بود. توکل در مصاحبه با وبسایت جماران تایید کرد که علیه روحانی سخنرانی کرد. او گفته بود مجلس خبرگان 80 و چند نفر عضو دارد که به زعم او باید عمار خامنه‌ای باشند. اما حرفهای روحانی به گفته او در جهت تضعیف مقام رهبری بوده. موضوع سخنرانی توکل حرفهای حسن روحانی درباره برجام و سند BC یونسکو بوده. این نماینده مجلس خبرگان فاش کرد که ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جلسه به او اجازه پخش یک کلیپ از سخنان روحانی را داده. رئیس جمهور پیشین ایران هفته گذشته با انتشار نامه‌ای به این دو اتهام پاسخ داد، همراه با انتشار یک کلیپ در توضیح این جمله: ولی از این توطئه BC من نمیگذرم. توکل گفته بود این به معنای مخالفت علنی روحانی با خامنه‌ای بوده که دستور توقف اجرای سند BC را صادر کرده بود. روحانی اما میگوید حرفایش تختی شده و منظورش این بوده که از توطئه BC نخواهد گذشت. مورد دوم تقابل روحانی با خامنه‌ای در برجام بود. دو سال قبل از خروج آمریکا از برجام با روی کار آمدن ترامپ، خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام از به آتش کشیدن برجام سخن گفت. نامزد ریاست جمهوری آمریکان ای دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقل میکنیم. خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. 8 ماه پس از این سخنان خامنه‌ای، حسن روحانی در تمجید از برجام کسانی را که از آتش زدن قطعنامه‌ها سخن میگویند به سخره گرفت. بعضیا فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه است، اینو میندازیم تو منقل آتش میگیره. روحانی در دفاع از خودش گفته منظورش به کسانی بوده که در داخل کشور به دنبال آتش زدن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بودند، نه برجام. توکل نماینده مجلس خبرگان تایید کرده که به قصد رد صلاحیت روحانی سخنرانی کرده و معتقد است شورای نگهبان باید او را رد صلاحیت کند. شورای نگهبانی که اعضایش را به طور مستقیم و غیر مستقیم علی خامنه‌ای انتخاب می‌کند و آنها باید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگانی را بررسی کنند که یکی از وظایفشان نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است. مجموعه‌ای از 88 نماینده سالخورده که ذوب شده در ولی فقیه هند و با دستان او انتخاب می شوند. در دوره اخیر دست کم 19 عضو از 88 عضو مجلس خبرگان فوت کردند، یعنی 21% اعضا. کسانی که در نتیجه انتخاباتی به این مجلس راه پیدا کردند که در 10 استان کشور تعداد کاندیداها به اندازه تعداد کرسی ها بود. حالا قرار است در دور جدید نامزدها حتی از این هم بیشتر الک شوند تا مجلس خبرگان تقریبا 100% آن چیزی باشد که خامنه ای می خواهد. آماده برای بالا بردن دست کسی که او برای رهبر آینده در نظر دارد. با واسطه گری یک رئیس جدید که همان نقشی را برای رهبر جدید نظام ایفا کند که هاشمی برای خامنه‌ای کرد. اما همه این مهندسی‌ها با دو شرط مهم منجر به نتیجه مطلوب رهبر نظام می شود. اول اینکه خامنه‌ای در تمام طول همین 8 سال دوره بعدی مجلس خبرگان زنده نماند و دوم اینکه نظام جمهوری اسلامی تا زمان مرگ احتمالی خامنه‌ای همچنان زنده بماند. مشتبه پور محسن، لندن. محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس با ماست. آقای اکبرین خوش آمدید. مدت هاست که مجلس خبرگان تقریبا عصاره آن چیزیست که علی خامنه ای میخواد. چرا با این وجود باز هم تلاش برای مهندسی انتخابات غیر رقابتی این مجلس اینقدر جنجال آفرین شده؟ وقت شما بخیر. بگمانم بازی با مسئله صلاحیت و رد صلاحیت باعث میشه که نظام دو سود ببره از این ماجرا. سود اول این که خب کسانی که ذره ای احتمال میده که یه وقت حرفی نه حتی مخالف حرف رهبری، مخالف اون نقشه‌ای که نظام در بره هایی داره برای خودش بزنن و به جای چشم چرا بگن، یه وقتی اونها رو خب دوباره تصفیه بکنه.
سود دومش اینه که یه رونقی به این بازار مرده میده، چون بازاری است که جامعه ازش استقبال نمیکنه و برای همین این ممکنه این جنجال ها یک رمقی به این بازار بده. بخوام تشبیه بکنم، تشبیهش میکنم به یک پروژه پولشویی. ببینید شما مثلا یه فروشگاه بزرگ رو تصور بکنید، فروشگاه بزرگ با شکوه و مجللی که 4 تا مشتری میرن توش رفت و آمد میکنن، مخاطب نگاه میکنه با خودش میگه این پولشو پس از کجا در میاره، بعد میفهمه که این ویترینی است برای یک پولشویی که پشت این فروشگاه مجلل داره انجام میشه و این فقط ویترینه. اینجا هم یه پولشویی سیاسی در حال انجامه. مثلا وقتی ما در بودجه امسال میبینیم که 2147 میلیارد تومان هزینه گذاشته شده برای این انتخابات، خب بالاخره 4 جنجال هم باید توش بشه که مخاطب وقتی این پولشویی سیاسی رو میبینه نفهمه که پشت این، توقعشون این است که نفهمه که پشت این ماجرا یک هیچ بزرگ. آقای اکبر، این ثبت نام نکردن احمد جنتی رو چطوری میبینین؟ سیاستی پشت تغییر هیئت رئیسه مجلس خبرگان هست؟ و اگه در مورد نقش رئیسی رو هم برای ما بگین، وسط نقش اون رو چطور میبینید؟ راجب این که ثبت نام نکرده احمد جنتی، بعضی هم ربطش دادن به این که او قرار نیاد تا مثلا ابراهیم رئیسی بشه رئیس مجلس خبرگان. دست کم تا این لحظه من چنین تصوری از علت عدم ثبت نامش ندارم. ممکنه البته ابراهیم رئیسی بشه رئیس، ولی تصور میکنم که بیشتر برای حفظ آبروی او بوده. فراموش نکنیم که در دوره قبل او جز به اون 3 بوده که کمپینی انجام شده برای اینکه این 3 رأی نیارن و اصلا شده بود اسباب شادی جامعه که به محمد یزدی و احمد جنتی و مصباح یزدی رأی ندیم. خب این 3 هم رأی نیاوردن. احمد جنتی رو از نفر آخر به زور آوردن، نفر 16 کردن، تا حداقل اگر اون دوتا دیگه هیچ کاری نمیشد براشون کرد، اینو با یکی دوتا فاصله بیارن بالا که اون پروژه شکست بخوره. بعدم برای لجبازی با مردمی که به این 3 رأی ندادن، خامنه ای دستور داد که ایشون بشه رئیس مجلس خبرگان. الان هم چون اون نمادی از تباهی و خرفتیه حکومت جمهوری اسلامی است، چون حتی این تعداد آدم معدودی هم که میرن رأی میدن، اینا احتمال میدن که به این آدم رأی ندن، قاعدتاً فکر میکنم که او رفته بهش گفتن که ثبت نام نکنه تا این اندک آبرویی که مثلا برای او تصور میکنن حفظ بشه. محمد جواد اکبر، این روزنامه نگار و دین‌پژوه از پاریس، متشکرم. در حالی که جنگ در غزه ادامه داره و ارتش اسرائیل به پیشروی خودش به سمت جنوب و شرق غزه هم ادامه میده، نمایندگان چند کشور عربی اسلامی سفر دوره‌ای خودشون رو برای دیدار با مقام‌های 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آغاز کردند. اولین مقصد پکن بوده و پیام واحد کشورهای اسلامی در اون درخواست آتش بس فوری. در همین حال تانک‌های ارتش اسرائیل بعد از تصرف کامل بیمارستان شفا، بیمارستان اندونزی در شمال غزه را هم تصرف کردند. اسرائیل همچنین شواهدی از حضور گروگان‌ها و تونل‌های نیروهای حماس در بیمارستان شفا منتشر کرده. در واکنش حماس اما گفته 1 یا 2 تونل به معنای استقرار مرکز فرماندهی نظامی در زیر این بیمارستان نیست. گزارش محسن ایزدی رو با هم ببینیم. شمال غزه، شهرک بیت لاهیا و صحنه استقرار تانک های اسرائیلی در اطراف بیمارستان اندونزی. وزارت بهداشت حماس از کشته شدن 12 در حمله هوایی به این بیمارستان خبر داد. ارتش اسرائیل پیشتر بدون اشاره به بیمارستان اندونزی اعلام کرده بود که عملیات نظامی خود را علیه حماس به مناطق جدیدی گسترش می دهد. روز یکشنبه دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، حین انتشار ویدیویی از حضور 2 گروگان نپالی و تایلندی در بیمارستان شفا، بار دیگر حماس را به استفاده نظامی از این بیمارستان متهم کرد. جهان باید به این نکته توجه کنه که حماس مردان، زنان، بچه‌ها و نوزادان رو گروگان گرفته. ارتش اسرائیل مسئولیت اخلاقی داره که همه گروگان هامون رو به خونه برگردونه. ما تا رسیدن به این هدف از پا نخواهیم نشست. حماس در حال اختفا و قتل گروگان‌های ما در تونل‌های زیر بیمارستان شفا بوده.
الان روشن شده که حماس از بیمارستان‌ها برای جنگ و ترور استفاده می‌کنه. اظهارات او پس از آن بود که ارتش اسرائیل با انتشار ویدیوی دیگری از کشف یک تونل حماس به طول 55 متر در عمق 10 متری زمین در زیر محوطه و ساختمان بیمارستان شفا خبر داد. این خبر خوبی برای حماس که همواره احداث تونل در زیر این بیمارستان را تکذیب می‌کرد نبود. با این حال اسامه همدان نماینده حماس در لبنان روایت اسرائیل از این ماجرا را از زاویه دیگری به چالش کشید. بحث اسرائیلی ها درباره تونل ها نبود. اونا ادعا کردند که این بیمارستان یک مرکز عملیاتی و فرماندهی نظامیه که خیلی فراتر از صرفاً یک تونله. خب اون مقر کجاست؟ چنین چیزی وجود نداره. نه به این دلیل که ما به خوبی پنهانش کردیم، بلکه به این دلیل که اشغالگرا دروغ میگن. به رغم ادامه جنگ اسرائیل و حماس، چه در صحنه نبرد و چه در عرصه روایت، فشارهای بین المللی برای برقراری آتش بس با هدف آزادی گروگان‌ها و تسهیل کمک رسانی به غیر نظامیان رو به افزایش است. تازه ترین تلاش ها در این راستا همکنون با محوریت چین در جریان است. وزرای خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، عربستان سعودی، مصر، اردن و اندونزی همراه با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه در پکن گرد هم آمدند. قرار است نشست این مجموعه تا روز سه‌شنبه ادامه داشته باشد. کاهش تنش‌ها در منطقه و یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین مهمترین موضوع این نشست خواهد بود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد جامعه جهانی باید به مسئولیت خود در قبال متوقف کردن اسرائیل در حمله به غزه عمل کند. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز گفت پکن به طور کامل از فراخوان نشست ریاض برای راه حل دو کشوری حمایت می کند. این هیئت که قرار است با مقامهای هر 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل دیدار کنند، به دنبال آن است که فشار بر کشورهای غربی را افزایش دهد تا تلاشهای اسرائیل برای توجیه عملکردش در قبال فلسطینی ها را که از آن به عنوان حق دفاع از خود یاد می کند بی اثر کنند. مأموریتی که بعید است به سهولت و به سرعت نتیجه مورد نظر آنها را به دنبال داشته باشد. محسن ایزدی، لندن. همکارم بابک اسحاقی از تل اویو با ماست. بابک، تازه ترین ها را از غزه و اسرائیل از تو بشنویم. پیش از اون که به آنچه که در میدان نبرد میگذره دو خبر را که دقایقی پیش به دستمون رسید عنوان کنم. اسرائیل میگوید که 2 تن از افراد غزه را که 45 روز پیش در روز 7 اکتبر وارد اسرائیل شدند در چند روز گذشته در داخل اسرائیل بازداشت کرده. یکی از اونها یکی از افراد حماس بوده که در کشتار یهودیان در روز 7 اکتبر دخالت مستقیم داشته و دیگری یکی از شهروندان غزه هستش که برای غارت وارد اسرائیل شده بوده. این 2 تن در یکی از خانه‌های اعراب مسلمان در اسرائیل در شهر راحت در اونجا پنهان شده بودند. صاحب خانه میگوید که از اینکه اونها اهالی غزه هستند اطلاعی نداشته، اما این موضوع میتونسته به یک کشتار دیگه بیانجامد که ارتش اسرائیل میگوید که توانسته که این 2 تن را دستگیر بکنه. در کنار اون مسئله گروگان ها هستش که امشب هم باز رسانه های اسرائیلی میگویند که ساعت های حساسی را میگذرد. ساعتی پیش خبر رسید که رهبران حماس و جهاد اسلامی در همین رابطه با هم گفتگو کردند، به همین دلیل که مقداری و تعدادی از اسرای اسرائیلی، گروگان های اسرائیلی در دست جهاد اسلامی هستند و اگر قرار باشه که زنان و کودکان در یک معامله در چند روز آینده آزاد بشن، باید که جهاد اسلامی اون تعدادی را که در دست داره را به حماس بده تا بتونه اونها را در مقابل اسرای فلسطینی که در زندان های اسرائیلی هستند
آزاد بکنه. قرار هستش که این معامله در 5 روز انجام بگیره. هر روز 10 تن از گروگان‌های اسرائیلی که زنها و بچه‌ها هستن آزاد بشن و در مقابل هر روز هم اسرائیل اسرای زن و نوجوان فلسطینی را آزاد بکنه. قرار هستش که 100 تن از این زندانیان آزاد بشن. در کنار اون همانطوری که گفتم جنگ هم به شدت در بیت لحیه، در زیتون و در اردوگاه جبالی امروز هم ادامه داشت. بابک اساقی از تل اویو خیلی متشکرم از گزارشت. روز دوشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تولد 81 سالگی خودش رو جشن گرفت و رکورد سالخورده ترین رئیس جمهور آمریکا رو به نام خودش ثبت کرد. اما این جشن تولد همراه شده با افزایش تردیدها درباره آمادگی جسمی و ذهنی او برای ادامه پست ریاست جمهوری. تردیدی که در نظرسنجی ها هم مشخصه. در نظرسنجی اخیر رویترز 77% از پاسخ دهندگان از جمله 65% از دموکرات ها گفتن جو بایدن برای ماندن در پست ریاست جمهوری خیلی سال خورده است و فقط 39% گفتن بایدن قدرت ذهنی کافی برای ایفای این پست رو داره. همکارم آرش علایی از مقابل کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه بیشتر میدونیم از آنچه رسانه ها و رای دهندگان آمریکایی در مورد تولد 81 سالگی جو رئیس جمهور آمریکا میگن؟ ببینید، شما اگریگیتر اپ نیوز رو اگر باز کنی، آقای جو بایدن رو بزنی، همینجوری در طول 1-2 ساعتی گذشته میبینی پر از مقالات مختلفی است راجع به 81 سالگی رئیس جمهور آمریکا. مقالاتی که من فقط تیترشون رو میخونم، مثلا فاکس نیوز نوشته که الان مشاورین آقای بایدن خیلی نگرانن راجع به مسافت هایی که ایشون جلوی دوربین ها راه میرود و این مسافت ها رو میخوان هرچی کوتاه‌تر کنن. به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کردن کفشایی بپوشد که از زمین خوردنش جلوگیری کنند. رئیس جمهوری آمریکا رو از این به بعد به جایی که بخوان از پلکان اصلی ایرفورس وان سوار کنن، از در پشتی هواپیما سوار میکنن که پلکان کوتاه‌تری دارد. آقای بایدن الان اگر نگاه کنید رو اکثر سوشال میدیا بزنید بایدن گافز، گاف های بایدن جز پاپولارترین ویدیو هاست، بالاترین ویو ها رو داره روی یوتیوب یا دیگر سوشال میدیا، گاف هایی که رئیس جمهوری آمریکا میداد پشت سر هم. و این باعث شده است در 2.5 سال اخیر اینها زیادتر هم شده است. کاخ سفید نگران است که این واقعا روی وضعیت رای دهندگان روی ذهنشون مخصوصا دموکرات ها تاثیر بذاره و گذاشته است. گزارش های دیگر، NBC امروز نوشته است که کمپین آقای بایدن برای اولین بار در نظرسنجی NBC عقب افتاده است از ترامپ. که NBC درست است که دموکرات هست ولی از جز نظرسنجی های معتبر هست گلاره و در طول قبل از اینکه آقای بایدن بخواد انتخاب شد در طول 24 نظرسنجی پشت هم گفته بود بایدن ترامپ رو میبرد و برد در نهایت و الان میگوید برای اولین بار بایدن خواهد باخت. CNN دیشب در نظرسنجیش گفت 17 نظرسنجی پشت هم انجام داده است که در اون آقای ترامپ پشت سر هم در حال پیشی گرفتن از جو بایدن هست در نظرسنجی های مختلف. گزارش های دیگر شاهد از حاکی از کاهش شدید میزان محبوبیت بایدن بین جوانان، بین سیاه پوستان، بین لاتینو هاست و اینها دموگرافیک های مهمی است که آقای بایدن احتیاج داره به اونها برای اینکه بخواد انتخابات 2024 رو ببرد. با این حال بعضی از طرفداران ایشون میگوان آقای بایدن هنوز 1 سال وقت دارد. امروز جو اسکوربرو، یکی از معروفترین خبرنگاران شبکه MSNBC، دوست صمیمی آقای جو بایدن، گفت خمیازه میکشد وقتی میشنود انتقادات در مورد آقای بایدن و هنوز 1 سال فرصت وجود دارد و بودن رئیس جمهورهایی که قبلا در تاریخ آمریکا از آقای بایدن اعدادشون ضعیفتر بوده ولی توانستن به کاخ سفید راه پیدا کنند. خواهیم دید آقای بایدن هم آیا میتواند این قانون رو بشکند یا خیر. آرش علایی از مقابل کنگره آمریکا، داخل کنگره آمریکا، متشکرم. خب همطور که آرش هم گفت، آرش از پرزیدنت، رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرد. سری بزنیم به رئیس جمهور پیشین آمریکا. وکلای دونالد ترامپ روز دوشنبه از دادگاه فدرال خواستار لغو حکم دستور سکوت علیه رئیس جمهور پیشین آمریکا شدند. دستور سکوت از جانب تانیا چاتکن، قاضی پرونده ترامپ، و به دنبال بعضی از اظهارات ترامپ در رسانه‌های اجتماعی صادر شد. اظهاراتی که به زعم قاضی پرونده میتونه بر شاهدان و کارکنان دادگاه تاثیر
بگذاره و تهدیدی علیه وکلا و سایر مقامات دولتی تلقی بشه. در این پرونده دونالد ترامپ متهم به تلاش غیر قانونی برای لغو نتایج انتخابات سال 2020. مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده. مریم، این موضوع دستور سکوت برای دونالد ترامپ به یک مسئله قضایی، حقوقی و البته مدنی با توجه به اصل آزادی بیان در آمریکا تبدیل شده. چه بیشتر می‌دونیم راجع به آنچه در دادگاه امروز گذشت؟ کلار، میدونی که این تنها دستور سکوت برای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا نیست. این دستور سکوت در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی علیه دونالد ترامپ صادر شده بود پس از اظهاراتی که او درباره قاضی پرونده و دیگر کسانی که در این پرونده در این دادگاه دخیل هستند او در فضای مجازی صحبت کرده بود و متهم کرده بود اعضای دادگاه رو به اینکه تلاش دارند که او رو متهم بکنن و این یک بازی سیاسی بودش، به خاطر اینکه خود دونالد ترامپ میگفت که دموکرات ها این موضوع دادگاه تخلفات در نتایج انتخابات 2020 رو علیه او آغاز کردن تا بتونن اون رو در این انتخابات پیش روی ایالات متحده آمریکا کلن باز بدارن و نذارن که او در کمپین‌های انتخاباتی خودش برسه و به همین دلیل بود که این دستور سکوت صادر شد. اما در اینجا در نیویورک هم قاضی ان گورن که مسئول پرونده تخلفات مالی خود دونالد ترامپ هست و همچنین پسرهای دونالد ترامپ و ایوانکا ترامپ هم یک دستور سکوت برای دونالد ترامپ صادر کرده بود، به خاطر اینکه قبلا آقای دونالد ترامپ در جریان برگزاری دادگاه درباره دستیار قاضی صحبت هایی کرده بود و او رو ربط داده بود به یکی از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در مجلس سنای آمریکا در واقع، و گفته بود که او با یکی از سناتورها در ارتباط هست و همین باعث شد که قاضی اینجا در نیویورک هم علیه او دستور سکوت برگزار کنه. حالا در واشنگتن دی سی 2.5 ساعت تقریبا گلاره از این بحث و گفتگو بر سر موضوع میگذره تا فعلاً قاضی تصمیم نگرفته که این دستور سکوت رو کاملا برداره، ولی اونطور که به نظر میرسه و ما داریم دنبال میکنیم بخشی از این دستور سکوت لغو خواهد شد و دونالد ترامپ از این به بعد اظهار نظر خواهد کرد در مورد وضعیت دادگاه، ولی این اظهار نظرها محدود خواهند بود. ممنونم از تو مریم رحمتی از نیویورک. در روزهایی که مردم آرژانتین، دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی، تورم حدوداً 140% را از سر می‌گذرونند، نام مردی از صندوق انتخابات ریاست جمهوری این کشور در اومده که راهکار برون رفت از این رکود اقتصادی رو تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور می‌دونه. خاویر میلی، اقتصاددان 53 ساله، در مبارزات انتخاباتیش با اره برقی در دست در تجمعات شرکت می‌کرد. تنی نه چندان ظریف از برنامه‌های او برای کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نریمان فروغی. پس از یک دوره ناآرامی‌های سیاسی و رکود شدید اقتصادی در آرژانتین، خاویر میلی، نامزد راستگرای لیبرتاریان، به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. آرژانتین که با تورمی سه‌رقمی و رکود فزاینده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، برای بهبود شرایط اقتصادی چشم امید به خاویر میلی که به دونالد ترامپ آرژانتین شهرت دارد دوخته. حامیان خاویر میلی که از جریان‌های سیاسی غالب در آرژانتین ناامید شده‌اند، پیروزی او را راهی برای برون رفت از بن‌بست اقتصادی می‌دانند. این سیاستمدار راستگرا که بر موجی از خشم رای دهندگان نسبت به جریان اصلی سیاسی سوار شد، با کسب حدوداً 56% آرا و اختلافی فراتر از حد انتظار نسبت به رقیب خود سرجیو ماسا، به پیروزی رسید. سخنرانی پیروزی میلی نشان می‌دهد که او دست کم عزم حل مشکلات اساسی در این کشور را دارد. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. دوران زوال و فساد به پایان رسید و دیگر راه برگشتی وجود نداره. ما مشکلات بزرگی پیش رو داریم. تورم، بیکاری، فقر،
وضعیت بحرانی و فرصتی برای اقدامات سست و بیهوده نیست. چالش های پیش روی میلی کم نیستن. او باید با خزانه خالی دولت و بانک مرکزی، بدهی 44 میلیارد دلاری به صندوق بین المللی پول، تورم نزدیک به 150% و مجموعه پیچیده از مشکلات کنترل سرمایه مقابله کند. فکر میکنم آرژانتین نیاز به تغییر داشت و به همین دلیل روی میلی حساب کردم. و خب انتظار من اینه که شرایط بهبود پیدا کنه. ما به عنوان یک کشور واقعا بد عمل میکنیم و امیدوارم میلی ما را ناامید نکنه. هرچند برنامه‌های خاویر میلی که شامل تعطیلی بانک مرکزی، جایگزینی دلار آمریکا با پزوی آرژانتینی و اجرای کاهش هزینه‌های بالقوه در این کشور است، مشکل به نظر می‌رسد، اما بیشتر آرژانتینی‌ها میلی را تنها راه حل ممکن برای آینده‌ای بهتر می‌دانند. پیروزی خاویر میلی یعنی پایان سلطه دیرینه دو نیروی سیاسی آرژانتین، پرونیست‌های چپگرا و بلوک محافظه‌کار بر صحنه سیاسی این کشور. او که به دنبال تقویت روابط خود با ایالات متحده است، با اشاره به چین و برزیل گفته با کمونیست‌ها معامله نمی‌کند. گمان می‌رود که پیروزی میلی چشم‌انداز سیاسی و نقشه راه اقتصادی آرژانتین را دگرگون کند و بر تجارت غلات، لیتیوم و هیدروکربن تأثیر بگذارد. ترکیب متکثر کنگره و اینکه هیچ حزبی اکثریت را در اختیار ندارد، میلی را برای اجرای قوانین به حمایت جناح‌های دیگر نیازمند می‌کند و این ممکن است برخی از برنامه‌های رادیکال‌تر او را هم ملایم کند. حال باید منتظر بود و دید که آیا تغییرات اساسی او در اقتصاد مشکلات جوانان این کشور را حل می‌کند و یا رویکرد رادیکال او منجر به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد. نریمان فروغی، لندن. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ماست. آقای مدرس، خوش آمدید. چهره جنجالی این روزها خاویر میلی هست که خیلی ها رو به یاد دونالد ترامپ میندازه. فارغ از حواشی، شخصی با گرایش‌های فکری و سیاسی میلی چه تحولاتی میتونه در سیاست و اقتصاد آرژانتین به وجود بیاره؟ وقتتون بخیر خانم هان. اجازه بدید من اول یک توضیح بدم راجع به این مسئله که خاویر میلی رو لیبرتاریان مینامند. یک توضیح بدم، لیبرتاریانیسم مثلا به چه معنا هست. ببینید، اولین نکته اینه که لیبرالیسم و لیبرتاریانیسم دو تا مکتب کاملا متفاوت از هم هستن. اینها رو نباید اشتباه کنیم. لیبرتاریانیسم یک نوع سیستم سیاسیه که از قلب یک مکتب اقتصادی در قرن 17 به وجود میاد که سعی میکنه بنای خودش رو بر اساس سوژه بگذاره و اون چه رو که محترم و مهمتر از همه چیز میشموره انسان و آزادی انسان هست. از همین رو معتقد به اینه که دولت فقط باید نقش نگهبان شب رو داشته باشه، به این معنی که دولت فقط حق این رو داره که از شهروندان محافظت کنه. پس از دولت میخواد که فقط در زمینه این که بتونه نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و همچنین این که مردم نتونن سر هم دیگه رو کلاه بگذارن رو نظارت داشته باشه و لاغیر، و سعی میکنه بر این که کاهش بده و به حد اقل برسونه میزان دخالت دولت رو در امور افراد و اون چه رو که محترم میشموره آزادی فردی افراد هست، مادامی که به آزادی فردی افراد دیگر لطمه وارد نکنه. حالا ما میایم نگاه میکنیم به سیستمی که الان در آرژانتین وجود داشته. تا الان آرژانتین مشکلات بسیار زیادی داره. چیزی در حدود 140% تورم داره، ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده، چیزی در حدود 1.5 میلیون دانش آموز بعد از پاندمی دیگه امکانا نداشتن بتونن مدرسه رو ادامه بدن. در زمان پاندمی برخورد بسیار بدی صورت گرفت و غیر قابل قبول بود و در این شرایطی که آقای خاویر میلی از سال 2019 وارد سیاست میشه، رشد میکنه و خودش رو لیبرتاریان مینامه، برای اینکه اون جرثومه فساد پرونیستی که ایجاد شده رو بتونه از بین ببره به قول خودش. اما بحثی که پیش میاد اینه که آقای میلی یک پوپولیست و یک عوام‌فریب به تمام معنا هست. هم از نحوه تبلیغات این مشخصه و همچنین وقتی که شما میبینید برنامه ای رو که در
اون مانیفست خودش به نظر میشه گفت، طرح برنامه خودش ارائه داد برای آرژانتین، مبنی بر این که بخشش اینه که خب بیایم یک شوک ناگهانی نیاز داریم وارد کنیم، نیاز داریم به این که دلار آمریکا رو بیایم تبدیل کنیم به پول ملی. خب تا اینجا با مکتب لیبرتاریانیسم جور در میاد بعضی از مسائل، ولی از آنجایی که میاد در رابطه با سقط جنین صحبت میکنه، از آنجایی که میاد در رابطه با برگرداندن ارزش‌های خانواده صحبت میکنه، از آنجایی که میاد در رابطه با ضد فرهنگ مارکسیسمی صحبت میکنه و میره به سمت اینکه وزارتخانه هایی رو از بین ببره، کاملا مشخص هست که ایشون به صرف سوار شدن بر یک موج سیاسی که در آرژانتین ایجاد شده و اون چیزی در حدود 57% رأیی که تونستن در قبال سرخیو ماسه که 44% از آرا رو به خودش اختصاص داد به دست بیاره، به نوعی میشه گفت کینه مردم آرژانتین بوده از سیستم پرونیستی که در تمام این سالها وجود داشته و هنوز موفق نشده به جایی برسه. یک بحثی که هست، آرژانتین کشوریه که در اون یکی از بهترین رشته هایی که درش تحصیلیه بالاترین سطوح اقتصاد هست و سالی 15,000 فارغ التحصیل داره، اما به نظر میرسه این بغض و کینه مردم از پرونیست ها غلبه کرد به عقل اونها در این زمینه. آقای مدرس، شما به تمام سوالات من جواب دادین. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم، متشکرم. پرویز صیاد، چهره ناماشنای سینمای ایران، اخیراً مهمان کانون فرهنگی پاریس در لندن بوده. در این نشست هنری فیلم سرحد، آخرین ساخته پرویز صیاد به نمایش در اومد. روایتی برگرفته از دغدغه‌های ایرانیان خارج از کشور در زمان اشغال سفارت آمریکا. همکارم امید حبیبی نیا در لندن از این نشست هنری گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم. پرویز صیاد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فیلمسازان ایران است که جمعه شب ایرانیان لندن به همت کانون پارس فیلم سرحد او را تماشا کردند. پرویز صیاد کار سینمایی و هنری خود را از حدود 65 سال پیش شروع کرده، اگرچه با مجموعه تلویزیونی سرکار استوار و بعدها با فیلم‌های صمد به شهرت بسیاری رسید، اما در تهیه و تولید بسیاری از فیلم‌های مستقل و موج نوی سینمای ایران نقشی کاملا مشخص داشت، از خواستگار علی حاتمی گرفته تا دایره مینا ساخته داریوش مهرجویی که چند سالی توقیف شد و همچنین بازی در فیلم اسرار گنج دره جنی ساخته ابراهیم گلستان که برخی از منتقدان فیلم آن را پیشبینی انقلاب در ایران خواندند. اما یکی از مهمترین تأثیرات پرویز صیاد با عنوان تهیه کننده تشکیل کانون سینماگران پیشرو بود که آن را شورشی علیه سینمای مسلط یا فیلم فارسی و شکوفایی موج نوی سینمای ایران خواندند. تو خونه زنده یاد داریوش مهرجویی جمع شدیم اونجا و هممون استفاده دادیم، اون چند نفری که این نامه درخواست نوشته دادن استفاده دادیم، بعد و یه انعکاس زیادی پیدا کرد تو جامعه، چون بیشتر آدمای سرشناس اون دوره، جوانایی که اون دوره صاحب اعتبار بودن تو سینما، تو این امضا رو کرده بودن. مصاحبه مطبوعاتی به عمل آمد، ما در اون مصاحبه گفتیم برای چی اصلا استفاده دادیم از سندیکا و از نهادهای سینمایی آمدیم بیرون، همین رو مطرح کردیم و اون مقدمه شد برای تشکیل سینماگران، کانون سینماگران پیشرو، چون به این نتیجه رسیدیم به خودمون یه شرکت تعاونی تشکیل بدیم که اگر دولت هم کمک نکرد، نویسنده ها یا کارگردان ها و بازیگرانی که نقش بازی میکنن توی این فیلم ها قبول کنن دستمزدشون رو بعد از نمایش فیلم بگیرن، این شرکت تعاونی بتونه بدون حتی کمک دولت هم کارش انجام بده و اینطور هم شد. ما چند تا فیلم های اولیه شهید سالس و همچنین فیلم دایره مینا و فیلم حتی غزل کیمیایی، اینا همه مسئول اون دو سه سالی است که این کانون تعاونی سینماگران پیشرو تشکیل شد. سریال محبوب دایجان ناپلون به شهرت پرویز صیاد افزود و او تا سال 57 یکی از مهمترین سینماگران مستقل ایران بود. بعد از انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی، پرویز صیاد به آمریکا مهاجرت کرد و فیلم خود فرستاده را درباره ماموری ساخت که برای ترور یکی از عوامل حکومت سابق فرستاده شده بود. فیلمی که با تحسین منتقدان و استقبال جشنواره ها روبرو شد و جایزه پلنگ برنز جشنواره لوکارنو با آن اهدا شد. چند سال بعد
سرحد را در زمانی ساخت که 2 سال بعد جشنواره‌های سینمایی بعد از فتوای قتل سلمان رشدی توسط خمینی از بیم گرفتار شدن در تنش‌های سیاسی آن را نادیده گرفتند. برخی از منتقدان فیلم سرحد را نمایانگر جامعه ایران در اوایل دهه 60 خواندند. فیلمی که 1 سال بعد از رخدادهای انقلابی سال گذشته در ایران شاید حالا فرصت تماشای آن سودمندتر به نظر برسد. در این فیلم و در این اتوبوس زنهایی که وجود دارند بسیار روشنفکرتر، متمدنتر، منطقیتر و توانمندتر از مردها هستند وقتی پای بحثی به میون میاد. و جالبه بعد از 25 سال درست میگم 35 سال که از ساختن این فیلم میگذره ما ادامه این منطقی بودن رو در جنبش زن زندگی آزادی امروز میبینیم. تأثیر پرویز صیاد پس از بیش از 6 دهه بر فرهنگ و هنر ایران و نقش او برای بنیان نهادن هنر خارج از مرزهای حکومت‌ها و همچنین اعتلاء هنر در تبعید آنچنان است که ایرانیان در هر جای دنیا فرصت تماشای آثارش یا دیدار او را از دست نمی دهند. امید حبیبی نیا، لندن. مثل همیشه از همراهی شما و امروز ممنونم. قرار ما فردا ساعت 10 شب به وقت تهران این برنامه را با تصاویر روز به پایان می بریم. وقتتون بخیر.